جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ آنها را متحد می پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است. این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی کنند. نحن ابناء الدلیل، ما شبکمون علمیه. بله، من میخواستم فقط همینو بیان کنم. اول بحثامون هم اگه دیدید همیشه تذکر اینو میدیم که خدای نکرده جسارتی نشه، پرهیز بشه از بی احترامی، هم بینندگانی که ما مرتبط میشه. بالاخره ما یه تأسف دیگه هم داریم که مثلا شبکه‌ای که اهل بیت هستش با اون اختلاف اندازیایی که داره، من نمیدونم مسئولین انقلاب، مسئولین کشور، یا مثلا آقای غزمینی که تو این مسائل هستن که مثلا میخوان وحدت رو برقرار کنند، این شبکه میتواند مثلا دفتری داشته باشد تو قوم که مثلا حجاها حسینی که موضع خودشون رو مشخص کردن. جانم حجاها حسینی موضع خودشون نسبت به شبکه بیان کردن. هشم شب خبر بود شبکه قبل هم که مثلا شبکه چند شب پیش داشت برنامه داشت از طریق استدیو قوم داشت برنامه پخش میکرد. کدوم شبکه؟ جناب آقای رحیم، ما به مسئول دیگر شبکه ها نیستیم. هر شبکه مسئولی داره. این عزیز من، این ها خودشون ما گفتیم هر شبکه ای، حتی شبکه ولایت، اگر یک روز بیاد برای شما عرض کنم بوق کرنای تفرقه میان شیعه و سنی ایجاد کنین، شبکه ولایت نیست، شبکه فتنه است. و ما اعلام کردیم در شبدی با اختلافات ما، اختلافات مانند دو تا برادر از یک خانواده هست. قسمان کوبندگی نیست. خب ایشون میاد 10 تا مطلب نقل میکنه، 8 تا مطلب از منابع اهل سنت، و با هیچ شبکه ای هم ما عداوت نداریم، پدرکشتگی نداریم. من شاید هفته گذشته تعداد زیادی من دیدم پیامک ها آمده، مثلا شما نسبت مثلا به فلان شبکه، مثلا چرا مثلا بعدی گفتم والله این طوری نیست، نبا شبکه به قول سلامش، نبا شبکه اهل بیتش، نبا شبکه اهل بیتش، نبا شبکه اهل بیتش، نبا شبکه سامن، نبا شبکه امام حسین، والله تالله قسم به تمام مقدسات، این شبکه آیشی هرچی بیشتر رونق پیدا کنن بنده خوشحال میشم. بله. اینجا مسئله افغانستان و پاکستان و ایران، اینا مسئله ملی اینجا مطرح نیست. اینجا مسئله دین و مذهبه. شما اگر درباره دین و مذهب حرف دارین بفرمایید. درباره دین و مذهب شما گفتین که اینا تجارت مواد مخدر میکنن، اما شما تا به حال شنیدین که در یکی از کشورهای سنی مذهب شبانه اینا به زندان ها رفته باشن و به مبوسین به زن و مرد تجاوز جنسی کرده باشن که شما شیعیان این کار کردین؟ نه، من نشنیدم تا به حالا که من کسی در زندان رفته باشه به زندانی ها مثلا کرده باشه کار بد. که اولا که زن کرده، خدا او را هدایت بکنه، خدا او را اگر خداوند متعال نابودش بکنه اگر کسی کرده. من اطلاع ندارم همچین چیزی را. اگر کسی به زندانی ظلم کرده، خدا از او بازخواست بکنه و خدا او را نابود بکنه. اصلا کسی که به یک انسان بله همین چیزی که شما گفتین که تجاوز کرده، من سراغ ندارم خواهر بزرگو همچین چیز را، و من ندیدم و من خبر ندارم. خدا خیر کنه. شاه هم شکنجه میکرد، اما اینا از او بدتر شکنجهش میکنن. خدا شاهده شکنجه ای که اینا در زندانهای خود میکنن از شاه بدتره. شما خودتان تحقیق بکنید. من میدانم یقین بر من ثابت شده که اینها کسانی هستن که بله ظالمن، ظلم میکنن به مردم. یعنی انسان جایی که منفعتش باشه انسان بیگناه را مثل آب خوردن میکشن. این جماعت من بر من ثابته. علما را کشتن، بزرگان را کشتن، مال مردم را حبس بکنن، بیگناه را زندانی، این برای من ثابته. سراغ ندارم خواهر بزرگو همچین چیز را، و من ندیدم و من خبر ندارم. خدا خیر بده. من میدانم یقین برای من ثابت شده که اینها کسانی هستن که بله ظالمن.
بله شما قبل از اینکه محدودیت برای تلویزیون شما در ایران قائل بشه چرا دفاع نمی‌کردید از کسانی که مورد ظلم واقع شدند؟ خیلی واضحه، خیلی واضحه برادر عزیز من. اون زمان ما در ایران دفتر داشتیم، کارمند داشتیم. اون زمان ما در ایران دفتر داشتیم، کارمند داشتیم. این رو بنده دارم اعلام میکنم. بنده به عنوان یک کسی که حدود 40 خورده سال تو حوزه، 20 سال تدریس، حدود 22 سال گواهی اجتهاد دارم و در رجالم اگر تو حوزه دو تا متخصص باشه هیچ بنده هستم. همین رو هم بدانید که پرنفوذترین روحانی شیعه آیت الله سیستانی نیست، آیت الله وحید خراسانی نیست. با این حقیره، این خاده، اون کسی که از همه تأثیرش بیشتره، اون کسی که از همه تأثیرش بیشتره، این حقیره. اینم فضل اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. با این که اینها به من ظلم کردن، با این که من در بین روحانیت یک و تنها هستم، شکر خداوند متعال، از همه اینها محبوبیت من بیشتره و من خودم را خیلی از علمای تاریخ اسلام افضل میدم. اینم براتون بدانم، اینو برام نگید که فلانی مرجع فلانی آیت الله العظمى. من الحمدلله خداوند متعال اینقدر به من فضل داده، قد قرب اهل بیت علیهم الصلاة والسلام داده که من خودم را از خیلی، اگر حالا دیگر من خود ستایی میشه، اما اینقدر چون مرا مجبور کردن، مستر کردن، قد باید بگم من خودم را از خیلی از علمای تاریخ اسلام، نه تنها معاصر، تاریخ اسلام الحمدلله به فضل اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و به خاطر نوکری و گدایی در امیرالمؤمنین علیه السلام افضل. میگه بله حد قذف بر الله یری واجب شدن. خیلی خوب دوستان، حد قذف، حد قذف چیه دوستان عزیز؟ اینه که کسی به کسی تهمت لواط یا زنا بزنه بعد نتونه شاهد بیاره. من با آقای خامنه‌ای اینجا میگم آقای خامنه‌ای بیا از من پیش یک دادگاهی که مورد اتفاق هر دوی ما باشه، پیش یکی از مراجعی که مورد بیا شکایت بکن، اگر من شاهد نیاوردم، اگر من دلیل نیاوردم که تو مرتکب این فضیحه نگشتی، اون وقت درست حد قذف بر من واجب. کسی که خود خانوادهش میگه این لواط داده، او را آورده رهبر میگه نسخه نمیتونید اون برای این انتقاد بکنید، چی که من نمیتونم اون انتقاد بکنم. اما تا وقتی که این دادگاه تشکیل نشده چرا حد قذف بر من واجب باشه؟ چرا حد قذف بر من واجب باشه؟ آقا این بابا جان من، این آقا حتی بلد نیست مصطلحات فقهی رو آقا ندرم. حد قذف، حد قذف، حد قذف، اصلا قذف و قذف رو بلد نیست آقا. میگه من از تمام فقهای معاصر، نه از فقهای تاریخ، علمم بالاتر، محبوبیتم بالاتر. آقا تو جرأت نداره تو شهر خودش سندیگو بیای بیرون، مردم لطپارت میکنن به خاطر این اهانتی که به مراجع کردی. همین شیعیان به قول این، به قول جمعیت شیعه یا مقلد آیت الله العظمى سیستانی هستن، مقلد آیت الله العظمى مکارم هستن. اسم کس را نبرید، من ناراحت میشم. اسم خصوصا شیخ ناصر، الله اکبر، اسمش را نبرید، اسمش را نبرید که من کاملا دیگه من حالم به هم میخوره، متنفرم. این دیگه این که الله اکبر، الله اکبر. اسم اینا را نبرید. این برنامه نورانیه. خدا انشاءالله اینا را به شمشیر مولایم اینا را جلا به جهنم واصل بکن. حالا میخواد اعلامیه بدن، میخوان هر کاری بکنن بکنن، تحریم بکنن، هر کاری میخوان بکنن. من اینها، این جماعت را دشمن اهل بیت علیهم الصلاة والسلام میدانم. اسم اینا رو اینجا نبر. شما بابا محبوبیت را جرأت نمیکن تو شهر خودت بیای بیرون. شما بقول من بعد از سخنرانی در سندیاگو خیلی از آقای من که خبر نداشتم گفتن آقا ایشون اصلا مطرود پدر مادرشه و پدرش در حقشون، خود جناب آقای سید مصطفی غزنوی به خود من گفت، گفت پدر ایشون گفت من ایشون رو آق کردم. تو رفتی با شبکه مستقله اونجا آبروی شیعه رو بردی به نمایندگی از شیعه. تو که تو عربی بلد نیستی، تو کی گفته برو اونجا با عربا مناظره بکن؟ همه علما بر تو غضبناک، مناظره اونجا باختی. دیوانه است این، خل و چله بلای مال خلیایی شده، این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره. خدا تو رو لعنت کنه، خدا پدر و مادر تو رو لعنت کنه، لعنت خدا بر تو ملعون حرامزاده. سابقه نداشت همچی چیزی. بله بابا، تو مگر تو همین حوزه درس نخوندی؟ من عزم هم به قول آقای سلیمانی، تو خودت در کدام استبل درس خوندی؟
کنیم بابا جان، آخه تو که رجال نخوندی، تو که سواد نداری، حتی در رابطه با قضیه شیر دادن ابو طالب، اون بابایی که جوجه هم حساب نمیشه، سواد نداره، تو را تو منگنه انداخت، نتونستی جواب بدی. این که فلان حدیث آیا حدیث خبر واحده، خبر ضعیفه، خبر متواتره، اینها اصلا از علم رجال نیست. اینقدر این همیشه ادعا داره که من علم رجال بلدم، اینقدر کسی به این یاد نداد. این اصطلاحات اصلا اصطلاحات علم رجال نیست، اینها اصطلاحات علم درایه هست. اینقدر اول باید یاد میگرفتی تو که علم رجال و علم درایه فرقش چیه، بعد ادعای استادی میکرد که من در علم رجال استادم. کسی اگر بدون بررسی سندی باید همینطوری مثل همین آقایان شبکه نور فلهی، بله کتاب بهار الانوار کتاب کافی هم همچه روایتی داره، کتاب کافی روایات ضعیف الا ماشاءالله داره. خیلی از علمای شیعه نظرشان اینه که تمام احادیث صحیح کافی صحیحه. خیلی از علما نظرشان اینه. ما اینجا کافی را خراب نمی کنیم برادر عزیز من، که به خاطر یک عمری بند دست از کتاب کافی برداریم یا اعتبار کتاب مقدس و کتاب عزیز کافی را کم بکنیم، به این که بعضیا خواستن این راه فرار را به ما یاد بدن، اما ما این کار را نمی کنیم برادران عزیز. کتاب کافی روایات ضعیف الا ماشاءالله داره. کافی صحیحه. و ما ادری ما یفعلی ولا بکم غدن. ما حداقل به مردم بگن که ما یهودی زاده هستیم، حداقل اینقدر به مردم بگن که ما یهودی زاده هستیم. خلاصه اینا گیوچی و شیخ ناصر و اونا مرتی که دیگر سبورجیان که حالا بعضی ها به اسم احمدی نژاد او را میشناسن، که اینها اصلشان یهوده و خودش حالا اسنادش بیرون آمده که تازه اسم خود عوض کرده. بنده 40 روز آمریکا بودم، تو هر یک از مراکز اسلامی رفتم، والله تالله بالله اکثریت یعنی 99% ازشون متنفر بودن، ایشون نفرین و لعن میکردن، بودن آبرو حیثیت برای ما نگذاشته. میگه من محبوبیتم از همه مراجع بیشتره، اتفاقا منفوریت این آقا از همه بیشتره. راست بودن و باطل بودن این دجال یک دسته هم واضح و آشکار. حالا روایات دجال یک دسته را براتون میارم که این جماعت خوب ببینن که اصلا در روایات آمده که اون کسی که رئیس اشرار در آخر الزمانه دجال یک دسته هست. دجال این روایت براتون نشان بدم آه چی میمونه برای شما؟ ها؟ دجال یک دسته اصلا آمده در روایات احادیث. بله براتون نشان بدم، انشالله طلبتان باشه، خواست خدا باشه. خب عقل این آقا به اندازه گاوه دیگه، بیش از این ما نمیتونیم بگیم دیگه، شعورش غیرش همین اندازه بیشتر نمیتونه تشخیص بده. نامردای دینای بیشرفا، پلیدها، نجسها.